راد داد؟ گفتم کی راد داد؟ دفعه بعدی که با زبونم حرف نمیزنم، با دستم حرف میزنم، گمش از این خونه بیرون. کار من بود، من زنگ زدم خونه دولت خان، جا تو بهشون گفتم. میدونستم اگه میفهمیدی حاضر بودی زیر دست دولت خان تیکه تیکه بشی، ولی نذاری این اتفاق بیفته. میدونی ما جان الان کجاه؟ پشمایی که نخ کرده بود و رفته بده واسش رنگ کن، میخواد قالی به وافه بفرسته خونه گنبت. تو رو نمیدونم به چی فکر میکنی و تو چه فکری هستی، برای من شب تا صبح دارم به داداشم فکر میکنم. اگه اون دنیا بیاد جلومو بگیره بهش چی بگم؟ بیاد بهم بگه جیران، من به خاطر حیثیتی که یزدان نامرد از تو برد جونم رو فدا کردم، وقت تو اینقدر عرضه نداشتی دختر منو حفظ کنی، من بهش چی بگم؟ بگه برای چی از بی‌آبرویی نمردی، آب نشدی، من بهش چی بگم؟ ها چی بگم؟ اگه همین حرفا رو از تو بپرسه تو چی داری بهش جواب بدی؟ میخوای چی کار بکنی ها؟ میخوای چی کار بکنی؟ دست رو دست بذاری صحرا بچه دار بشه، بعد نوه قاتل بابات تو رو دایی صدا کنه؟ مرد ما توی تایموس، پسر میر جلال توی، نظر استخونای بابات بیشتر از این توی قبرش بلرزه. یه کاری بکن، یه قدمی بردار، همه امید صحرا الان به توه. اون این کارو به خاطر تو کرد، به خاطر تو. تو چی؟
خاطرش چی کار میکنی؟ به جون ماجان اگه به خاطر تو نبود اصلا سوار ماشینشون نمیشدم. باور کن دارم راست میگم. اینا گفتن اگه دولت خان زودتر از ما به تایماز تا آدم برفی داشتیم اونا رو توی صف گذاشتیم خورشید اومد و گرمشون کرد یکی از اونا رو آبش کرد چند تا داشتیم آفرین بازه خدای مهربان بشنو دعاهای مرا دعا برای پدرم به خانه ها صفا بده به جان ما وفا بده آفرین چه خوب خوندی یه بغل خاله ای جانم عزیزم من به ستاره گفتم مادر من فرشته تو آسمون نوشته به آجا خانم غذا درست کردی برامون؟ بله به چی درست کردی؟ سوپ خوشمزه الان هم مردانم میاد حسابی هم گرست نشه دست... چای بریزم؟ بله چای هم بریزیم دست شما درد نکنی چه چای داغی هم هست تازه دم دستش ما درد نکنی بخشی اشکال نداره ازم اشکال نداره طوری بس مگه چی شده؟ چرا این کارا رو میکنی وقتی؟ بعدی که یکی به فکرتون باشه؟ این به فکر بودنه؟ تو الان به فکر ما هستی؟ تو اگه واقعا به فکر ما هستی اینقدر حرفای زندگی ما رو نبریم ورون ور تعریف کن من اگه این کارا رو میکنم به خاطر اینه که یه چند وقت دیگه مردان ازت سیر نشه بره برای من یه جاری جدید بیاره وقتی جان زن اگه زن باشه میدونه چی کار کنه که شوهرش ازش سیر نشه زن اگه زن باشه باید برای شوهرش یه بچه بیاره آقا جان اصلا ما شاید دلمون نمیخواد بچه دار بشی تو چی کار به مسائل خصوصی ما داری؟ این آشغالا چی میچپونی تو خونه من؟ شما دوست نداریم بچه دار بشی؟ نه اونقدر که تو برای بچه من مادری میکنی من نکردم شوهرتم که پی سگ بازیه به چه ربطی داره شوهر من از بچگیش سگ دوست بوده تو براش یه بچه بیار ببین اون وقت بازم سگ دوسته این همه مردم هزار تا کار میکنن که بچه دار بشن خب چه اشکالی داره یکیشم شما مردان یه مرده اینقدر اذیتش نکن اینقدر آزارش نده هی سر به سرش نذار خسته میشه یه وقت میرسه به اینجاش اون موقع میذاره و میره بعد بیا و درستش کن نه تو درستش کن ای بابا چقدر فس میکنی بیا دیگه
ای بابا ایکیوسان، یک ساعته داری فکر میکنی قضیه فیثاغورس که نمیخوای حل کنی که اتم میشکافی؟ یک کلمه جواب ما رو بده. آره یا نه؟ تمام. اون اسم روش کار شده، مقام خوبی میاره. بکردی ما از پشت کوه اومدیم، خودمون این کاره ما میدونیم. خب مقام خوبی میاره که دارم همه پول میدم، پس فکر کردی واسه چی؟ اگه قبول نکنم چی میشه؟ واسه چی قبول نکنی؟ دیوونه ای؟ کم پول میدم؟ بحث پول نیست، بالاخره ما هم یه سابقه ای داریم، یه اعتباری داریم. دیروز نیومدم مربی بشم که، 12 سال دارم مربیگری میکنم. میخوام ببینم اگر قبول نکنم چی میشه؟ هیچی نمیشه؟ نه، چی میخوای بشه؟ هیچ. یعنی با چابک سوارش نمیبندین که اسبو بکشه؟ شاید، نمیتونم قول بدم. با مالکش نمیبندین؟ اونم ممکنه، تا ببینیم چی پیش میاد. با خود اسب که دیگه کاری ندارین، آمپول مامپول نمیزنین که دوپینگی در بیاد؟ ممکنم از این کارو بکنیم. الو، چی شد؟ مردان که گور میگرفتی همه اون، دیدی که چگونه گور مردان گرفت؟ بوس بوس مسخره. دوام میکنی کارتو درست انجام میدی علی شو؟ ببینم چه میکنی ها؟ خودتو نشون بده. باری کرد بگی دیگه. حواس جمع بریم. من اگه کاری میکنم به خاطر خودت. همیشه که اینجوری جوون نیستی، چند سبای دیگه تو هم میشی مثل من، پا درد، واریس، ماریس، هزار تا مریضی. اون وقت تو هم همین کارایی رو میکنی که من کردم. کارای منو قبول نداری؟ 4 کلاس درس خوندی، با سوادی. باشه، تو این کارا رو نکن. هر جوری که دوست داری، هر چیزی رو که قبول داری همون کارو بکن، اما خودتو دوا درمون کن. نگران خرجش هم نباش، هر چقدر که خرج داشته باشه دولت خان میده. چرا دولت خان بده؟
مگه ما خودمون کم داریم؟ این همه مال و منال ایلامان اگه تقسیم بر دو بشه، سهم مردان بهش برسه، اصلا ما میتونیم خودمون یه بیمارستان بزنیم. نگفتی از کجا اومدن؟ هدیه است واسه عروسیم بهم دادن. عروسی؟ ما هم عروسی گرفتیم، دوبارم گرفتیم، ولی هم چیزهایی بهمون هدیه ندادن. امروز بردم قیمت گرفتم، سه تاشون رو هم دیگه یه ذره از اون پولی که بهم قرض دادین کم ترن. من بهت پول قرض دادم؟ یادم نمیاد همین چیزی. آها، دل نکنه همون پولی که بابت اسبت بهت دادم میگی. آره همونه میگی دیگه. بله. خب اینی که خودت داری میگی بابت اسبت بهت دادم، قرض ندادم که. حالا شما فکر کنین قرض دادین، هنوز یه ماه هم نشده، اینا رو بردارین اسما رو بهم پس بدین، حالا بقیهش هم آخری یه جور یلدوش که مال خودته. شما هم با من شریکین چون شما مالکشین، اینا رو بردارین از مالکیتتون انصراف بدین. ببینین نوع نوان، تا قبل از امروز هنوز از جعبم درشون نیبرده بودن. یلدوش قلق داره، چابک سوارش کسی دیگه جز من باشه مقام نمیاره. تو تا حالا تو چند تا کورس مقام آوردی که من رو حرفت حساب کنم؟ من یه ساله دارم با یلدوش تمرین میکنم. تمرین؟ تو؟ تو داری بازی میکنی. هفته دیگه قراره بره تو کورس، هنوز شلاق نخورده. به خاطر همینه که میگم خودم باید چابکش باشم. ببینم، تو تجربه یه کورس داری؟ یلدوش با بقیه اسبا فرق میکنه. جواب سوال منو بده. گفتم تو تجربه یه کورس داری؟ نه زیاد. اسب تجربه یه کورس داره؟ نه. خب کدوم مالک مشنگی اسب کورس نرفته رو با چابک سواره بی تجربه میفرسته میدون که من دومیش باشم؟ همونقدر که شما مالک یلدوشین، منم مالکشم. هیچکس به اندازه من واسه این اسب زحمت نکشیده، هیچکس هم به اندازه من دوست نداره که این اسب تو کورس مقام بیاره. شما فکر میکنین من یلدوش رو تمرینش دادم که توی یکی دو تا کورس قهرمان بشه؟ آره نه، من برای قهرمانی فصل تمرینش دادم. حالا یا شما میذارین من خودم چابک سوارش باشم، یا اینکه قبل از مسابقه اعتراض میزنم و از با از دور میکشم بیرون. شلاق بزن، شلاق. تو میخوای با یلدوش شلاق نخورده بری کورس؟ اینجوری نمیشه. کورسه، شوخی که نیست. تا شلاق نخوره یک و دو بیار نیستیم. تو قبول کن که از به تو شلاق بزنی، منم قبول میکنم که چابک سوارش تو باشی. قبول میکنی؟ اون اسبم نیست، رفیقمه. من رفیقم و شلاق نمیزنم.
فقط روش نداره کسی برخلافش کاری انجام بده یا هر ها؟ چه سواری بکنیم آبالی کلا پسر یا ببینم میگم قضیه اون اسبه بود واسه تعریف کرده بودم یادته؟ میخوام کاری کنی کار سون یه طوری که سر صداش کل شهر که چی کل کشور رو بتره کنه تو رو این اسب خیلی زحمت کشیدیم شانس تکاوردنش هم از بقیه اسبامون خیلی بیشتره خب این اسب هم که با بقیه اسبا فرق میکنه چموشه هر کی به جز من تو روش بشینه از زپارم بیرون نمیاد چه برسه این که بخواد خط تو رد کنه لج نکنی نشد بادپا راضی شده راضی شده که خودت بشینی تو هم کتابی هم قبول کن که شلاق بزنی اگه شلاق نزنی هر چقدر که فاصله باز کنی چون بقیه شلاق میزنن سر پیش یا صد متر آخر ازت جلو میزنن اون وقته که تو عقب میمونی یاشا غرور بیجا نداشته باش اگه شلاق نزنی هیچ کی نمیگه عجب چابک سواریه عجب چابک سواری واسه وقتیه که مقام بیاری اگه میخوای خودت رو به بقیه ثابت کنی با شلاق زدن هم که اگه مقام بیاری یعنی خودت ثابت کردی میخوام انتقامم ازش بگیرم از کی؟ دولت خان روزی که نذاش هیچ کدوم از مالک ها از باشون رو به هم بدن و چابک سوارشون باشن زنگ زد بهم گفت دیدی بچه دیدی اگه من نخوام هیچ کاری نمیتونی بکنی حالا من میخوام اولین چابک سواری باشم که بدون شلاق زدن اسبش مقام میاره و اول میشه میخوام بهش ثابت بکنم که این بچه بر رسیدن به خواسته هاش به دولت خان و پولش و دم و تشکیلاتش که هیچ به اون شلاقی هم که تمام چابک سوارا باید بزنن به اسب اول بشن هم هیچ احتیاجی نداره من شلاق نمیزنم ببین اگه دستامو تا آرنج بکنن تو گچ و سیمان من یلدوش و شلاقش نمیزنم برو بهشون بگو دستو بردار اگه حواست جمع باشه از این پولا حالا حالا ها بهت میرسیم زمینه رسف خوبی هم داریم حواست داشت باشی دولت خانم هیچ جوره ناراحت نمی کنیم به سلامت خدا خدا حافظ
از این دختره راضی هستی؟ هوا؟ اذیتت نمی‌کنه؟ اذیت برشی؟ کارشو درست انجام نده، کاری بکنه که ناراحتت کنه. نه خوبیم با هم. چایی هست؟ آره. از سه درد نکن. شادومات چی؟ چی؟ بالا نمیاد؟ نه. کیا میاد خونه؟ صبح میره آخر شب میاد. آخر شب یعنی ساعت چند؟ یک اون موقع ها. ساعت یک شب؟ چی کار میکنه تا این وقت شب بیرون؟ نمیدونم. یه بار که هوا ازش پرسیده بود گفته بود راهش دوره، تا ماشین گیرش بیاد طول میکشه. بشین. تا حالا با هم روبرو شدین؟ با هم حرف زدین؟ نه. وقتی که خونه است به هوا بگو که پیشت باشه. همیشه پیشم. خوب. تایماس چطوره؟ خوبه. خوب میشه. مارجان خوبه؟ چرا نمیاد اینجا؟ یه چند وقتی صبر کن، خودم میارمش اینجا. عمه جیران و میجرال خوبه هم؟ ببین میخوام برم برای اتاق در تازه بگیرم، خودت هم میای؟ نه. میمچ شلوار نخواه انگشتونه رم شما بگیر. فقط به بچه رو بگو که انگشتونه رو بذارن سوزن نره تو دستشون. دیگه کار ندارین؟ نه شما میرین به کارتون میرسی تا مربیتون بگیر. خسته نباشی. این چیه؟ صحبتی گرفتی براش؟ دولت خان
ولت کن بگم دکتر بیاد. زنگ بزنم چفتر. نه نه باشا تو رو به کارت برس چیزیم نیست. خیرم راحت باشه. آره چشم آقا برو برو به امان خدا. سلام. سلام حالتون خوبه؟ ممنون. نشناختیم؟ نه متاسفانه. اومده بودم آموزشگاهتون، برنامه کلاساتون رو گرفتم. چند لحظه برنامه کلاسا. با یه دختر خانم. بله خواهرزادم بودن. بله عذر میخوام وقتتون رو گرفتم. اجازه بدید تا یه جایی برسونم. نه ممنون من مزاحمتون نیستم. خواهش میکنم. نه متشکرم من خودم میرم. مسئله مهمی هست در مورد آموزشگاه، باید باهاتون حرف بزنم. بفرمایید. خواهش میکنم من خودم میرم متشکرم. خواهش میکنم بفرمایید. مسئله مهمیه. بفرمایید نگران نباشید خانم. بفرمایید. خواهش میکنم. این که مجبورشم قبول کنم من و تو آدمایی نبودیم که فکر میکردیم، واسه همینه که میخوام همه چی رو تمومش کنم. اگه بهت ثابت کنم چی؟ چی رو ثابت کنی؟ این که 10 سال دیگه همین آدمی هم که امروز هستم. این که میگم از تموم این دنیا اگه فقط تو رو داشته باشم واسم بسه. جان شام نمیخورم. گفتم شام نمیخورم، میخوام تنها باشم لطفا. چیه حرف بعدی زدم؟ مگه همینو نمیخواستین؟ اینکه تنها باشم تا آخر عمر مثل خود شما. البته تنهایی شما به اختیار خودتونه، ولی تنهایی من اجباریه که شما به هم تحمیل کردین. مامان یه سوال بپرس. به شرطی که جوابمو بدین، چون میدونم که جوابشو میدونی. بپرس.
آخرش چی میشه؟ آخر چی میشه؟ آخر من. بعد چی کار کنم؟ با چیزی که باهاش به دنیا آمدم تا آخر عمر زندگی کنم؟ تنها؟ نه. پس فکر اینجاش هم کردین؟ من فکر هر چیزی که به تو مربوط میشه رو کردم آلما، هر چیزی. خب پس جواب منو بدین. بالاخره یک مرد با تجربه که قدر تو رو بتونه بفهمه وارد زندگیت میشه. مطمئن باش. اصلا واسه چی منو به دنیا آوردی؟ واسه چی وقتی به دنیا اومدم نزدیش یه گوشه بمیرم؟ مامان من همیشه تو حسرت بودم، تو حسرت بازی کردم با همسن و سالای خودم، تو حسرت خوردن غذایی مورد علاقم. من یه لیوان آب نمیتونم بخورم. بزرگ که شدم گفتی خانوم شدی، ولی با همه یه دخترهای همسن و سال خودت فرق داری. یه وقت کسی خوشت نیاد، نکنه عاشق شی؟ آخه عاشقی واسه قلب مریضت ضرر داره. مامان من برای چی دارم تو این دنیا زندگی میکنم؟